السلام علیکم دوستای عزیز، خوب هستین؟ شب روزتان بخیر میگذره. امید دارم که همگیتان خوب و خوش و آرام باشین و دوستای عزیز بسیار زیاد متوجه صحتمندی بدنتان باشین. دوستای عزیز، با سلسله درس های مضمون دری خود، درس های گذشته مضمون دری خود، درس امروز ما که الف بای مصور است با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم. بر شما گفتیم که بسم الله الرحمن الرحیم چی مانا؟ بله، به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بله، هر کار خدا ما با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم وقتی که شروع کنیم او کار ما بسیار به خوبی پیش میره و خوب میتونیم درسای خدا از یاد کنیم و یاد بگیریم. ببینین دوستای عزیز، چارت حروف الفبا در کتابتان است که الفبای مصور. این صفحه را وقتی که از این حروف ما از حرف الف مد شروع شده و به حرف یا ختم میکنه و حروف الفبای دری از 33 حرف تشکیل شده. این حروف همگیشان از نگاه شکل، آواز همگیشان فرق داره و از لحاظ موقعیت در 3 قسمت کلمه میتونیم از این استفاده کنیم. مثلا قندولکای ما، اگر شما امی حروف الف باره که از حرف الف مد شروع شده و به حرف یا ختم میشه، اگر شما امی حروف از یاد نکنین، یاد نداشته باشین، هیچ چیز یاد نمیتونین کرده، هیچ چیز خوانده نمیتونین، به خاطر که از امی یک جا ساختن چند حرف ما میتونیم کلمه بسازیم و از یک جا ساختن چند کلمه میتونیم که جمله رو جور کنیم و بالاخره کتاب ها رو خوانده بتانیم، بالاخره داستان ها، قصه ها، کتاب های قصه رو بخونیم. پس باید حروف الف با رو به دقیق بسیار منظم گوش بگیریم. گفتیم از حرف الف مد شروع میشه. حرف الف مد، اول ببینین حرف الف مد ما آوازش چی است. حرف الف مد ببینین شکلش یک الف است و در سر خود مد داره که اونمون به نام الف مد یاد میکنن. و از نگاه آواز ببینین حرف الف مد ما آوازش به طرف بالا میره. ببینین، گوش بگیرین خوب، امرای من تکرار کنین. مثلا حرف الف مد آ، ببینین خوب گوش بگیرین آ. اینا وقتی که مثلا یک کسی میاد شما رو میگه که به حرف الف مد بچیم یک کلمه بگو، شما خوب دقیق متوجه میباشین که حرف الف مد آوازش چی است. آ، وقتی که آ گفتین، امی دستایتان رو وقتی که بلند کردین آ، یادتان میاد که بگین آسمان. بله، در آسمان کدام؟ در آسمان چی است؟ بله، آفتاب. آفرین، آسمان، آفتاب. و رنگ آسمان چی رنگ است؟ آبی. بله، آبی. و دیگه آب، ببینین آب. آفرین، وقتی که شما آواز یک حرف فهمیدین و شناختین، شما میتونین که او را املا کار کنین و به حرف الف مد کلمه بگوین. مثلا به حرف الف مد ما و شما اگر به حرف الف مد ببینین الف مد بی در پولیزی بی نوشته کنیم چی میشه؟ آب. بله، حرف مد بی آب. و این تصویر رو ببینین، در کتابتان در تصویرش هست که آلو. ببینین چقدر خوب آلو رو شما میشناسین نی؟ و دیدین که یک میوه بسیار ویتامین سی دار است و ویتامین زیاد داره و شما خوشم دارین چیزای ترش شیرینه. من خب میشناسم اتانه. الف مد، لام، واو، آلو، آب. و ارگو الف مد با حرف لام واو نوشته کنیم چی میشه؟ آلو. تصویرش دیدین شما؟ آف تاب. ببینین آف
تاب. بله آله، دیدیم که ما و شما وقتی که کسی شما را میگه که به حرف الف مد یک کلمه بگوین، شما اول آوازش میکشین آ. وقتی که آ گفتین، شما میتونین که مثلا آواز، خود آواز، آهو. ببینین حرف ازی هم حرف اولش چی میایه؟ الف مد. حرف دوم ما ببینین که کدام حرف است؟ بله، این تصویر از چی است؟ ببینین حرف، آفرین، انار. ببینین حرف انار، انار. شما وقتی که دوم حرف الف، حروف الف بای ما چی است؟ حرف الف است. حرف الف هم از نگاه، از لحاظ شکل هم شکل الف مد است، اما فرقش الف مد در سر خود چی دارم؟ مد داره، اما حرف الف مد نداره، نقطه نداره، از جمله حروف بی نقطه است. از جمله چی است؟ حروف بی نقطه. وقتی که آواز حلف اینال می کشیم، آواز حلف چی است؟ امروی ما تکرار کنین؟ بله، اه اه اه، آفرین، اه اه. وقتی که سعی کن الف، یک بار الف. وقتی که الف، مثلا حرف الف میخوایم هجا کنیم، الف. چند هجا داشت؟ دو هجا، آفرین. اه چقدر خوب شما میفهمین، الف، دو هجا. اینال کسی به شما میگه که یک چند کلمه به حرف الف بگوین، شما ایناله خوب چرت میزنین، پیش خود میاندیشین که ا، آوازش میکشین ا ا. مثلا انار، در کتابتون تصویر انار است. بله، بازم یک میوه شیرین بسیار مقبول که در سر خود تاج داره، دانه های سرخ داره و شما بسیار زیاد خوش دارین و بدن شما بسیار مفید است. الف انار، آفرین. خب دیگه از جمله میوه‌جات ما ببینین، انگور، آفرین. سعی کنین اه اه، آواز چی آمد؟ انگور. میشناسین انگورانی؟ بله، از جمله میوه‌جات بسیار شیرین وطن ماست. وقتی که الف گفتیم انار، ایناله بازم الف هم از لحاظ موقعیت و از لحاظ موقعیت به سی قسمت کلمه ما نوشته شده میتونه و از لحاظ هجا و آواز. مثلا میتونیم که الف که اگر در سر زبر باشه، مثلا چی؟ افغانستان. ببینید نام مملکت ما چیست؟ بله، افغانستان، افغانستان. دیدین آواز الف چی شد؟ اه، افغانستان. مثلا حرکت الف ما زیر داشته باشه چی میشه؟ مثلا نوشته میکنیم اتفاق، اتفاق. و هرگاه الف میتونیم امرای پیشم، حرکت پیشم خوانده بتانیم که او شوه و بسیار ای خفیف خوانده میشه. پیش از این حرکات الف بسیار خفیف خوانده میشه که مثلا نوشته میکنیم اتاق، اتاق. دیدین بسیار پیش یا واو بسیار خفیف گفته میتونیم. خب شما حرف الف شناختین، حرف الف متام شناختین، و بعد از حرف الف کدام حرف میایه؟ آفرین، من میفهمم که حال همه گیتون یک جا با ما صدا میزنین که، یک جا با ما صدا میزنین که حرف بی، بی، آفرین، حرف بی. ببینین که بی از لحاظ شکل بالکل چی داره؟ فرق داره همراه حرف الف مد و حرف الف. بی از جمله حروف چی است؟ حروف نقطه دار. ببینین در پایین خود بی یک نقطه داره. آواز بی، ببینین آواز بی را کشیده میتونین؟
بله به 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 وقتی که به به میگین ای چی میشه؟ صدا و یا آواز بی میشه. مثلا شما ببینین بر شما کسی میگه که به حرف بی یک کلمه بگوین، ببینین در دست ما چی هست؟ آفرین، شاباس، برگ، بله، بی برگ در تصویر کتابتان هم هست که بی برگ، بله، بی برگ، بی بره، بی بنفشه. اینا از لحاظ شکل شناختیم که یک نقطه داره حرف بی به پایین خواد و از لحاظ موقعیت هم میخواییم که به سی موقعیت که مثلا به زبر اگر بخواییم بی را نوشته کنیم، مثلا به ره، به ره، ببینین به 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 ره. هرگاه بی زیر داشته باشم مثلا یک کلمه برش میگیم به نفشه، به نف ش، دیدین که آواز بی فرق کرد. اگر بخوایم مثل پیش بتیم که بی پیش بو شوه، مثلا بز، بز، ببینین بز، بسیار خفیف پیش میتیم، اینطور ثقیل تلفظ نمی کنیم، بسیار آهسته بز. بی باز، بی باران، بی برف، بسیار، بی برق. ببینین چقدر کلمات زیاد است. شما خوب در دور پیشتان فکر کنین، ببینین که کدام کلمات به حرف بی است. از این بعد شما هر کلمه را که دیدین، هر چیز که دیدین، شما حروفایش را پیدا کنین که از کدام حروفا تشکیل شده و جور شده. حرف بیرم شناختیم، امی بیرم میاریم چی میتیم؟ سه نقطه میتیم. چند نقطه؟ سه نقطه، بله، یک، دو، سه. چی شد؟ ای حرف پی، تلفظ کنین امره من؟ بله، حرف پی. پی رو ببینین که همشکل حرف بی است، اما از لحاظ نقطه گذاری چی داره؟ فرق داره. بی چند نقطه داشت؟ آفرین، یک نقطه. و حرف پی چند نقطه داره؟ بله، سه نقطه. در کجای خود؟ در پایین خود پی. ببینین از لحاظ شکل پی و بی حروف پوره و نیمه هم نوشته کرده میتانیم. مثلا حرف پی، ببینین این حرف پی پوره است که در قسمت آخر کلمه قرار میگیره و پی نیمه به این قسم که همراه یک جا میشن و یک ساختن یک کلمه. مثلا اگر پی ما حرف حرکت زبر بتیم چی میشه؟ برش یک کلمه بگوین که پ، پ شوه، پ در. آفرین، شاباس، پ در، شاباس. چقدر خوب شما نام خدا میفهمین. ببینین در اینجا تصویر چی است؟ پیاله، پ، پیاله. پیاله رو خود بشناسیم که در ظرف از جمله ظروف است که در او چای میگیرین. و ارگو بخواییم پیر از زیر به حرکت زیر تلفظ کنیم یا کلمه برش بگوییم، مثلا پیراهن، ببینین پی را هن، پیراهن. هرگاه به حرکت پیش امرایش علاوه کنیم و ایره به حرکت پیش تلفظ کنیم چی میشه؟ بگوین یک کلمه. آفرین، حرف کلمه پوقانه. آفرین، پوقانه. خوب دیدین؟ سعی کنیم. پدر، ببینین پدر، پیراهن، پوقانه. حالا حرف پیرم شناختین، میاییم که بعد از حرف پی کدام حرف است؟ گفتم میتونین؟ بله، حرف
شاباس، چقدر نام خدا شما لایق بچه ها و دختر ها هستین. پیش از ما شما گفتین، من صدایتان رو شنیدم. ته ببینین، ته آواز ته چی است؟ ته 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 ته. کسی بر شما میگه که به حرف ته یک کلمه بگوین، شما خوب پیشتان فکر میکنین، آوازش هم میکشین ته ته ته. ولی ته و توی بر شما گفتیم هم که چی میشه؟ ته و توی چی میشه؟ با از لحاظ آواز فرق داره. ته تبر، ته تبر. مثلا ته تخته، ته تلویزیون. ببینین ارگاه از لحاظ زبر و زیر و پیش ایره حرکت بدیم. مثلا ارگاه با زبر حرکت زبر بخوانیم، یک کلمه کسی برتان بگویم، مثلا تی تربوز، تر بوز. وقتی که تی حرف تی زیر داشته باشه، مثلا تیر، شما میشناسین تیره؟ بله، تیر. و هرگاه تی پیش داشته باشه، به آواز پیش بخوانیمش، چی میگیم؟ بگوین آفرین، تی توپ. شاباس. تی توت، تی تبر. خب یک بار دیگه هم تکرار میکنیم حروف الف مد. آوازش چی بود؟ آ. الف آوازش چی بود؟ اه اه اه. حرف بی آوازش چی بود؟ ب ب ب. حرف پی آوازش چی بود؟ پ پ پ. حرف تی آوازش چی بود؟ ت ت ت. خوب دوستای عزیز، درس امروزی ما همی بود. تا می قسمت درس میتیم و قسمت های دیگه منتظر باشین. کارهای خانگیتان که اینمی از حرف الف مد تا حرف تی کوشش کنین که خوب بخوانین، تلفظ کنین درست، آوازش شکلش خوب بشناسین و یک یک صفحه در کتابچه‌تان نوشته کنین و به حرف هر حرف یک چهار کلمه پیدا کنین. درست است؟ آه، کارهای خانگیتان در کتابچه منظم نوشته کنین. بخیر، مکتبا که شروع شد، باز بیارین بر استادا، همگی میبینه. درست؟ خدا کنه که درس امروز مشکل نداشته باشین. به خداوند یکتا میسپارمتان. شب روزتان خوش. الله حافظ همه ما و شما.